یک راننده کامیون در بیت مقدس شرقی پس از اینکه عمدن به سوی چند رهگذر رفت تا آنها را زیر کند از خودروش پیاده شد و با یک باتوم فلزی به جان آنها افتاد و نهایتا این پلیس اسرائیل بود که با تیراندازی او را از پای درآورد به گفته منابع اسرائیلی یکی از افراد پلیس در جریان این حمله کشته شد و ده ها تن از رهگذران زخمی شدند که گفته می شود برخی از آنها وضعیت وخیمی دارند بین مرگ و زندگی هستند این حمله در خیابانی رخ داد که بیت المقدس شرقی و بیت المقدس غربی را از هم جدا می کند. به گفته پلیس اسرائیل راننده این کامیون که در این حمله انتحاری شرکت کرده مرد فلسطینی 38 ساله بوده است که سالها در کمپ پناهندگان در بیت المقدس شرقی زندگی می کرده است. این دومین دو حمله است که در دو هفته اخیر در این منطقه از اسرائیل رخ می‌دهد.